آخرای قرن 18 میلادی روشنفکری و روشنگری در نوسانی شدید بین عقلگرایی و تجربه‌گرایی بود. نوسانی شدید بین خدا ناباوری، خدا باوری و دین. نوسانی شدید بین عقل و احساس، فردگرایی و جمعگرایی و کمونیسم. ضمن اینکه به شدت تلاش می‌شد که فلسفه دوباره مورد استفاده قرار بگیره تا اینکه انقلاب فرانسه رخ داد. در بین همه فلاسفه، امانوئل کانت کسی بود که بهترین جوابها رو به بحث و جدلهای اون زمان داد. استدلال او این بود که ما میتونیم علت و معلولهای جهان رو شناسایی کنیم و منطق این دنیا رو پیدا کنیم، ولی فقط در محدوده دنیای جلوی چشممون. یعنی فقط قادریم منطق اون چیزایی رو بفهمیم که میتونیم با حسهایی که داریم درکشون کنیم. چیزایی که میتونیم ببینیم، بوشون کنیم، بشنویم، لمسشون کنیم و کلن هر چیزی که حواس ما رو تحریک میکنن و مغز ما از اونها میتونه برداشتی داشته باشه. به اعتقاد کانت، هر چیزی که خارج از این موارد باشه، مثلا اونچه که در آغاز جهان رخ داده یا اونچه که به شناخت خدا مربوط میشه، فقط حدس و گمان و حتی به یک معنا حماقتند. میشه گفت کانت بین اون چیزهایی که قدرت حس کردنشون در ما هست و اون چیزهایی که قدرت درکشون در ما نیست یه دیوار کشید. ما میدونیم که چی میبینیم، میدونیم که چه بوی میاد یا میدونیم که چی میشنویم و چی درک میکنیم و در مورد ریاضیات هم میتونیم منطقی فکر کنیم، ولی ما نمیتونیم از این حد جلوتر بریم. در واقع کانت میگه ما از این عقلی که در اختیارمونه و باهاش به دنیا اومدیم برای ساخت تصویری قابل درک از دنیای اطرافمون استفاده میکنیم. ما میاییم تمام تمرکزمون رو میذاریم روی یه شی یا یه موضوع تا ویژگی های اون رو تشخیص بدیم. مثلا یه برگ، یه مفهومی از سبز بودن و برگی بودن و نرم بودنه که از یه درخت متولد میشه. ما میاییم از طریق منطق، از طریق شمردن، قضاوت کردن و تجزیه و تحلیل اجزای احتمالی تشکیل دهنده اون برگ، یه ایده ای از برگ در ذهنمون ایجاد میکنیم. زدن چنین حرفهایی در فضای مذهبی جوامع اون زمان اروپا جسورانه و جدید بود. مثلا کانت میگفت ما گیرنده های احساسی محدودی داریم. پشت پرده ی ظاهری که ما از این دنیا میبینیم یه چیزایی در جریان هست، ولی حواس ما محدوده و برای درک تمام حقایق کافی نیست. ما نمیتونیم تمام طیف های نور رو ببینیم، نمیتونیم تمام فرکانس های صوت رو بشنویم. توانایی درک انواع بوها برای ما محدوده. گیرنده های حسی پوستمون هم تا یه حد کمی توانایی دریافت و احساس رو دارن. حیوانات دیگه هم محدودیت های حسی خودشون رو دارن و در کل همه ما موجوداتی متکی به ذهن محدود و فانی هستیم. ما هیچ وقت نمیتونیم اون چیزی رو درک کنیم که کانت اسمش رو گذاشت خود حقیقی هر چیز. به کرمی فکر کنید که با حواس محدودی که داره روی یه سنگ راه میره. برداشتی که اون کرم از سنگی داره باید با برداشت و درک ما خیلی تفاوت داشته باشه. ما بر اساس چه سند و مدرکی میتونیم قبول کنیم که درک و برداشت ما از یه سنگ واقعی تر از درک و برداشت یه کرمه؟ اگه موجودات فوق هوشمندی توی دنیا وجود داشته باشن، در برابر اونها ممکنه که ما مثل همون کرمه در برابر خودمون باشیم. خلاصه این که از نظر کانت تجربیات ما تجربیات ما هستند. اونچه که ما از واقعیات دنیا میدونیم فقط درک و برداشت هایی هن که از طریق حواس محدودمون به دست آوردیم. این یعنی ما میتونیم بگیم که شاهد حقیقت دنیا هستیم، ولی نمیتونیم بگیم که اونچه که حس و برداشت میکنیم 100% حقیقت دنیاست. و این همون جاییه که هگل وارد میشه و یه سری از نظریات کانت رو رد میکنه. مثلا این ایده کانت که ما نمیتونیم 100% جهان رو درک کنیم، از نظر هگل حرف درستی نیست. حرف هگل اینه که از کجا معلوم اونچه که ما از دنیا میدونیم حقیقت نباشه؟
شناخت ما از دنیا بعضی وقتا اشتباهه، گاهی ناقصه، سخته و به سختی هم به دست میاد، ولی به طور بالقوه میتونه درست هم باشه. ما انسان‌ها روز به روز اطلاعاتمون از دنیای اطرافمون بیشتر میشه. روز به روز تصویری که از جهان داریم واضح‌تر میشه. ما در مورد یک کرم و در مورد احساس و درکی که داره یا درکی که از سنگ داره و همینطور پرندهی که اونو میخوره روز به روز اطلاعاتمون بیشتر میشه. میدونیم که در سیستم هضم غذای اون پرنده چه خبره، میدونیم که چرا پرواز میکنه و آیا به نفع سلامتی ما هست که اون پرنده ها رو بخوریم یا نه، یا یاد گرفتیم که چجوری با استفاده از تکنولوژی هایی که ساختیم پرنده ها رو ردیابی کنیم و در مورد همه چیز به همین شکل عمل میکنیم. یعنی اینطور که معلومه ما میتونیم دانشمون رو به بیش از تجربه و حسمون هم گسترش بدیم. شاید پیشرفت‌های ما انتهایی هم نداشته باشه. هگل در دوران جوانیش به عنوان کسی که نگرش رومانتیسیزم داشت و با خیلی از متفکران و فعالان جنبش رومانتیسیزم در آلمان رفاقت کرده بود، باورش این بود که ما انسان‌ها نمیتونیم تنها یه سری موجودات ماشینی و شبیه چرخ‌دنده‌های مرتبط با هم باشیم، بلکه ما انسان‌ها بخش‌های جدا نشدنی از دنیا و جهان طبیعت هستیم. ما خودمون طبیعتیم که داریم در مورد طبیعت فکر می‌کنیم. ما بخشی از این کل هستیم. یعنی بین ما و دنیا نمیتونه هیچ حائل و جدا کننده‌ای وجود داشته باشه. بین جزء که ماییم و کلیت جهان حائلی نیست. یعنی بین منطق ما و اونچه که کانت اسمش رو گذاشته بود حقیقت هر چیز هم دیواری وجود نداره، چون ما بخشی متصل و جدا نشدنی از خود اشیاء و موضوعات دیگه دنیا هستیم. ما ادامه طبیعت دنیاییم. ما درست مثل رسوباتی هستیم که از کل موجودیت این طبیعت شکل گرفتیم. اندیشه های باروخ اسپینوزا، فیلسوف قرن 17 میلادی، بر افکار هگل تأثیر زیادی گذاشته بود. اسپینوزایی که حرفش این بود که همه ما درست مانند همه اون چیزای دیگه‌ای که در جهان هست از یک جنس و از یک ماده اولیه نشأت گرفتیم. در واقع هگل در مورد اسپینوزا حرفش این بود که وقتی کسی میخواد شروع کنه به پرداختن به فلسفه، اول باید اسپینوزایی باشه. روحش باید در درون اون ماده اولیه‌ای که همه دنیا ازش به وجود اومده غوطه‌ور بشه. بنابراین کار فیلسوف اینه که روابط موجود در این ماده اصلی یا به عبارتی جوهر و ذات جهان رو پیدا کنه، جهانی که بسیار پهناور و ادامه داره. فردریک بیزر، فیلسوف و محقق آمریکایی، در مورد کانت و هگل می نویسه: هگل چیزی رو تایید کرد که کانت انکارش می کرد. هگل بر این باور بود که میشه تنها بر اساس منطق و پیگیری علت و معلول ها به دانش قطعی یا دانش غیر مشروط دست پیدا کرد. یه لحظه مکث کنید و به این قطعی و غیر مشروط فکر کنید. اسپینوزا ذهنیتی علمی داشت و باورش این بود که دنیا شکلی جبری داره و حتی انتخاب های ما جبری هن. علت ها منجر به تأثیر ها میشن. یعنی هر رخدادی به اجبار علت یا علت هایی رخ میده و هر معلول هم تبدیل میشه به علتی برای ایجاد رخدادهای بعدی. و از اونجایی که ما در دنیا به واسطه علت ها و اجبارها احاطه شدیم، خب اندازه اراده و قدرت انتخاب ما رو میزان همون علت ها و اجبارهایی تعیین میکنن که ما رو احاطه کردند. مثلا یه دونه به دلیل علتهایی که احاطش کردند رشد میکنه و تبدیل به درخت میشه. موج صوتی علتیه که پرده گوش ما رو مرتعش میکنه و زنجیره علت و معلول ها ادامه پیدا میکنن و ادراک شنیدن در ما ایجاد میشه. یا مثلا باد علت و باعث تکون خوردن برگ ها میشه. دلیل هر اتفاقی یه اتفاق و رویداد قبلیه.
برای اینکه بخوایم کرم خاکی رو بفهمیم، باید بتونیم رابطه‌ای که اون کرم با خاک داره رو بفهمیم. دشت وسیعی که اون کرم داره توش زندگی میکنه رو بفهمیم. پرنده‌ای که کرم رو میخوره رو بفهمیم. باید کلاً پرنده‌ها رو بشناسیم. اگه اونها مهاجرت میکنن، باید بدونیم که به کجا مهاجرت میکنن. باید فیزیک پرواز و مثلا زیست شناسی تنفس کردنشون رو بدونیم. کلن اگه بخوایم اطلاعات قطعی در مورد کرم داشته باشیم، باید دامنه ی علت و معلول هایی که به اون کرم منتهی میشه رو از زاویه بازتر و وسیعی تری بررسی کنیم. باید تمام جزئیات علت و معلول ها رو بدونیم. باید ریشه ها و تمام روابط رو پیدا کنیم. بر اساس منطق اسپینوزا، اگه ما سرنخ علت و معلول هایی که به کرم میرسند رو بگیریم و بریم عقب، میرسیم به علت اولیه و در نهایت به اون دانش مطلق و غیر مشروط دست پیدا میکنیم. در این مسیر باید از زمین شناسی، شیمی، بیگ بنگ و آغاز جهان و سوالاتی در مورد خدا رد بشیم و برای رسیدن به دانش مطلق و غیر مشروط مرز محدودیت هامون رو تا بی نهایت عقب بزنیم و دانش بی نهایت پیدا کنیم. مطلق و غیر مشروط یه جور شبکه است که تا جای ممکن پخش شده و گسترده است. برای اسپینوزا مطلق و غیر مشروط و خدا و طبیعت همشون یه معنی دارن. از نظر اسپینوزا یه خدای متعالی که مافوق طبیعت و جدا از دنیا باشه وجود نداره. خدا در همه جا، حتی در اجزای هر اتم و هر اندیشه‌ای هست. چرا که همه چیز در نتیجه علت 100% و غیر مشروط اولیه شکل گرفته. علت اولی که خودش هیچ علت دیگه‌ای نداره. واسه همینه که شلینگ، فیلسوف رمانتیک آلمانی، در تعریف مطلق یا غیر مشروط میگه غیر مشروط یا مطلق اونیه که چیزی اونو تعیین نکرده باشه، یعنی چیزی علت اون نباشه. این مطلق جواب نهایی سوال نهاییه. البته همونطور که میدونید، نظر کانت این بود که نه، بس کنید. چرا در مورد خدا و متافیزیک و پاسخ نهایی حرف میزنید؟ فلسفه باید بچسبه به اون مفاهیمی که مستقیماً از طریق حواس انسانی درک میشه و تنها در این صورته که علم واقعی ساخته میشه. منتها هگل با کانت موافق نبود. معتقد بود که کانت از اون چه که بهش میگفت خود واقعی هر چیز، اونقدر میترسیده که نمیتونست از نوک دماغش دورتر رو ببینه. کانت در اطراف شناخت مطلق و بی قید و شرط انسان دیوار کشید، چون از شناخت مطلق میترسید. در واقع هگل، کانت و اسپینوزا رو دو پایان یا دو انتهای یه مشکل میدید. از یه طرف هگل اسپینوزا رو زیر سوال می برد که اگه طبق نظر اسپینوزا همه ما اجزایی ناشی از یه جوهر و ذات اولیه هستیم و همه ما از اون علت اولیه که در ذهنمون می تونه همون بیگ بنگ باشه نشأت گرفتیم و در محاصره ی علتها و اجبارهایی چون تمایلات و آتشها و قوانین فیزیک و قوانین زیستی قرار داریم، پس چرا به نظر خودمون و از دید ذهنمون خودمون رو آزاد حس میکنیم؟ چرا فکر میکنیم که میتونیم جدا از همه اون اجبارها و علتها مسیر خودمون رو پیش بگیریم؟ حالا از اون طرف اگه ما بخوایم نظر کانت رو درست بدونیم و بگیم که ما اراده آزاد داریم چون ذهنیت ما جدا از واقعیت هر چیز، یعنی جدا از دنیای بیرون از ذهن ماست، و بیایم بین ذهنمون و بدن و دنیای بیرون دیواری محدود کننده در نظر بگیریم، اون وقت چجوری این مواجهه و برخورد متقابل ما با دنیای بیرون رو میشه توضیح داد؟ اون ارتباطی که بین اون چه که در ذهن ماست با اون چه که در بیرون از ما و در بین مواد دنیا هست چیه؟ فردریک بیزر در این مورد می نویسه از اونجایی که قدرت انتخاب جزئی از آزادیه، از اونجایی که آزادی یعنی داشتن قدرت
برای عمل کردن به صورتی دیگر و از اونجایی که همه چیز در طبیعت به گونه‌ای جبری و لازمه که بر اساس علتهای طبیعت باشه و نمیشه به صورت دیگه ای عمل کرد، پس آزادی تنها در صورتی میتونه برقرار باشه که قدرت از دست طبیعت خارج بشه و ما بتونیم قوانین طبیعت رو به شکلی کاملا دور بزنیم. و چنین کاری تنها در قلمرو تفکر عقلانی و عددی قابل رخ دادنه، همون جایی که کانت اسمش رو گذاشته بود دنیای نومن. اگه یادتون باشه ما قبلا در ویدیوی کانت و مفهوم متافیزیک در این مورد صحبت کردیم که از نظر کانت در واقع ما با دو تا دنیا طرفیم، دنیایی که برای ما قابل حسه و ما بهش میگیم دنیای محسوس و دنیایی که حقیقت واقعی هر چیز در اون حضور داره و برای ما محسوس نیست و به این دنیا میگیم دنیای نومن و ما نمیتونیم هیچ درک و احساسی از اون دنیای نومن داشته باشیم، چون اگه میتونستیم درکش کنیم اون وقت اون بخش جزئی از دنیای محسوس میشد. ولی هگل این موضوع رو قبول نداره، میگه ذهن و عقل و منطق نمیتونه از بدن مادی ما جدا باشه، نمیشه که ارتباط بین ذهنیت و تفکرات معقول و عددی رو از بدن مادی جدا کرد. ذهن و بدن مادی ما در اختلاط و تعامل با همدیگر، عقل و تفکر بخشی برآمده از روابط ماده درون ماست و عقل و تفکر و من بودن ما بدون بدن مادیمون وجود نداره و بدن مادی ما بخشی از ذهنیت و عقلانیتمونه. هر کاری که ما انجام میدیم به واسطه یه همکاری این دو انجام میدیم و هر علتی هم روی بدن و هم روی تفکر ما تأثیر گذاره. بنابراین سوالی که هگل در مورد موجودیت ما، یعنی در مورد عقل و ماده در تعامل ما با هم دیگه و ارتباطش با کلیت و ذات جهان میپرسه، اینه که چطور میشه از یکی از این موجودیت ها به دیگری رسید؟ چطور ما میتونیم جهان باشیم و جهان میتونه ما باشه؟ رومانتیکا، یعنی اونهایی که نگرش رومانتیسیزم داشتن، با هگل هم نظر بودن. حرفشون هم این بود که ما و بقیه اجزای جهان فرقی با هم دیگه نداریم و یکی هستیم، ما بخشی از جهانیم. ولی زندگی مدرن بین ما و طبیعت فاصله انداخته، مدرنیته بین ما و خودمون فاصله انداخته و باعث شده که ما خودمون رو جدا از بقیه دنیا ببینیم. سوال درست باید این باشه که اگه ما جزئی از طبیعتیم، چه چیز ویژه‌ای در مورد ما انسان‌ها وجود داره؟ اگه اون چیز ویژه رو آزادی در نظر بگیریم، این آزادی یعنی چی؟ و در نهایت اگه ما آزادیم و از علت و معلول‌های بقیه دنیا و طبیعت جداییم، اون وقت این یعنی چی؟ دیدگاه هگل و ایدئال رومانتیک ها از این یکی بودن با خود و جهان سه بخش اولیه داره. شماره یک، تمامیت، یعنی یه شخص باید تمام ویژگی هایی رو که در قدرت انسانیش وجود داره گسترش بده. دوم، وحدت و یکی شدن، یعنی تمام این قدرت های گسترش یافته یه شخص باید با همدیگه یکی بشن. و سوم، فردیت یافتن، یعنی این وحدت و تمامیت باید تبدیل بشه به فردیت یا منحصر به فرد بودن، به طوری که فرد شخصیتی مخصوص به خودش پیدا کنه. بنابراین هگل به دنبال وحدت مطلق و غیر مشروط بود، دانشی کامل، به طوری که خودش رو جدا از بقیه جهان ندونه. هگل دنیا رو یه واحد با اجزایی سازمانیافته می دید که هم شامل ما و ایده هامون و هم حیوانات و کل تاریخ و همه چیزهای دیگه می شد. فرض کنید همه اون چیزهایی که توی دنیا هستن توی یه موشک آتیشبازی جای گرفته باشن. بعد که این موشک رو به هوا شلیک می کنن، اون وقت همه ماها هر یک از اون نقاط ریز و نورانی یه جرقه هستیم که دارن در فضا پخش می شن و برای مدتی می درخشند و سپس کم نور می شن. ما این ذرات درخشانی هستیم که وقتی به مرکز و اون جایی که همه گی ازش اومدیم نگاه می کنیم، متوجه می شیم که همه ما می تونیم بخشی از یه چیز بزرگتری باشیم.
اون وقت اون آغاز میتونه همون پایانی باشه که ما دلمون بخواد بهش برگردیم. برای اینکه ما بفهمیم که جرقه ی آتش بازی چیه، لازمه که خیلی چیزا در مورد این ذرات درخشنده بدونیم. مسیر حرکتشون، میزان درخشششون، ترکیب شیمیاییشون و چگونگی سوختنشون. منتها هیچ کدوم از این اطلاعات نمیتونن دقیقاً اون چیزی رو که از بیرون ی آتش بازی دیده میشه رو توضیح بدن، یا نمیتونن توضیح بدن که آتش بازی یعنی چی. هگل بر این باور بود که چیزی که فیلسوفان دیگه ازش غافلند، زندگی، روند تغییرات زندگی و جهان و تاریخ و مرتبط کردن تک تک اطلاعات قابل تجزیه و تحلیل با تمامیت موجودیت جهان به عنوان یه فرایند در حال تغییره. اگه ما با دقت و ظرافت به جزئیات پروسه زندگی و طبیعت نگاه کنیم، میتونیم بفهمیم که چجوری ما بخشی از این جریان تاریخی در حال تغییر طبیعت و زندگی هستیم. بر این اساس میشه کتاب پدیدارشناسی روح از هگل رو به شکل گالری عکسی متشکل از خودآگاهی های فرم گرفته ای دید که دارن از مراحل مختلفی از زندگی عبور می کنن و هر شکل از خودآگاهی نشون دهنده یه جور حقیقت مطلق و حتمیه که در جهان وجود داره و ما می تونیم بازتاب اون حقیقت رو ببینیم. هگل میگه این چیزیه که من در مورد دنیا بهش باور دارم. برای درک بهتر هگل، سوالی که باید بهش بپردازیم اینه که معنی این که هر چیزی در جهان بازتابی از حقیقت جهانه چیه؟ وقتی که به انعکاس و بازتاب تصویر توی آینه فکر میکنیم، به این نتیجه میرسیم که برای انعکاس دوتا شدن لازمه. یعنی آدم باید در مورد اون چه که در مورد دنیا فکر میکنه فکر کنه. فکر کردن به فکر کردن، یعنی جریان فکری که از خودآگاهی ما شروع میشه و به خودآگاهی ما ختم میشه. تفکری که خودآگاهی ما در مورد خودآگاهیمون انجام میده، یعنی انعکاس خودآگاهی ما روی خودآگاهیمون. یعنی آدم باید از درون خودش بیاد بیرون تا بتونه به خودش و آگاهی که از خودش داره نگاه کنه. به همین شکل برای دیدن دنیا هم باید خود رو به بیرون از دنیا رسوند تا بتوان از بیرون به دنیا نگاه کرد. کلن به نظر میاد انعکاس یعنی از هم باز کردن این دنیای تا خورده و روی هم سوار شده، یا به عبارتی باز کردن دنیای در هم فرو رفته. هگل یه ایدئالیست بود. اون به ایده ها و جهتگیری هایی که ایده های مختلف در ذهنیت انسان ایجاد می کنند فکر می کرد. نظرش این بود که ایده ها و جهتگیری های فکری ما مثل یه جور منشور یا مثل یه جور عینک عمل می کنند که به تجربیات ما شکل و فرم می دن. اون ایده هایی که ته ذهن هر یک از ما نشستند باعث میشن که وقتی ما در معرض تجربیات مشابه قرار میگیریم، هر کدوممون اون تجربیات رو متفاوت از همدیگه معنا کرده و اون معناها رو در ذهنمون جاسازیشون کنیم. و همون ایده های فرم گرفته ای هم که خودآگاهی ما رو میسازند در طول زمان دچار تغییر میشن. و سوالی که برای هگل مطرح بود این بود که این تغییر در خودآگاهی چطور رخ میده؟ آیا منطقی پشت این تغییرات هست؟ روش هگل برای دستیابی به پاسخ این سوالات این بود که هر ایده ای رو به شکلی کامل و با جزئیات توی یکی از پوشه‌های ذهنش و جدا از افکار دیگه‌اش بذاره. بعد از خودش بپرسه که آیا نحوه فکر کردن من در مورد این ایده کامل و کافیه؟ یا نکنه یه نکته دیگه‌ای در مورد این ایده هست که من بهش فکر نکردم و توی این پوشه ذهنیم نذاشتمش؟ بیزر در توضیح این روش تفکری هگل میگه عقل ما باید هر چیزی رو طوری درک کنه که انگار اون چیز نماینده و انعکاسی از کل جهانه، انگار که اون چیز کل جهانه و خارج از اون هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداره. از نظر هگل اگه ما هر چیز رو جدا از طبیعت و جهان در نظر بگیریم، در واقع خودمون دیدگاه خودمون رو محدود کردیم.
هیچ چیزی، هیچ ایده‌ای، هیچ مجموعه‌ای از آزمایش‌ها، هیچ شغل یا هیچ سرگرمی به خودی خود و جدا از بقیه چیزهای دنیا عقلانی نیست. ما نمیتونیم هیچ زبانی رو تنها با دونستن لغات توی یه دیکشنری یاد بگیریم. در نظر گرفتن دانش چوب‌بری، دانش هواشناسی، نجاری و معماری هر یک به صورت جدا از دانش‌های دیگه منطقی نیستند. همه دانش‌ها با همدیگه ارتباط دارند و دونستن ارتباط بین دانش‌های مختلف سیستم فکری بزرگتر و حقیقی‌تری رو می‌سازه. الان ما از یه طرف با کلیت جهان مواجهیم و از یه طرف ما تک تک افراد جهان رو داریم که هر یک محدود هستند، ولی همگی جزئی از یک کلیت نامحدودند. یعنی ما با جزء در درون کل و محدود در درون نامحدود مواجهیم. ضمن این که با ایده یه سری از فیلسوفان مواجهیم که میگن ما موجوداتی هستیم که قدرت درک و احساساتی محدود داریم، بنابراین تنها قادریم اطلاعات محدودی از دنیا به دست بیاریم و هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که خود واقعی هر چیز چیه. تازه این سوال هم مطرحه که اگه ما بیایم همه یه چیزهایی که در مورد هر چیزی میدونیم رو برداریم و هر کدومشون رو بذاریم توی یه پوشه جدا توی ذهنمون، چطور از اونها میشه برای رسیدن به دانش حقیقی استفاده کرد؟ و هگل از اینجا آغاز میشه. از یه دونه فکر آگاه تا خودآگاهی، منطق، معنویات، دین و در نهایت تا دانش مطلق و غیر مشروط. تفکر هگل به این موضوع میپردازه که چطور هر تخم فکری کاشته شده در ناخودآگاه ما رشد میکنه و دچار تغییر میشه و تبدیل میشه به چیزی متفاوت از اون تفکر اولیه، و ما در مورد این موضوع در قسمت‌های بعدی مفصلتر صحبت خواهیم کرد. مرسی از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. اگر این ویدیو به نظرتون مفید بود، لطفاً لایک، شیر، سابسکرایب یا کامنت یادتون بمونه. اگرم مفید نبود، خب دیسلایک کنید. اگه میخواید به من کمک کنید، این زنگوله رو فعال کنید و به محض آپلود برنامه ها از برنامه ها استفاده کنید تا در بهبود روند برنامه سازی در این زمینه ها شریک باشید. ضمناً آدرس اینستاگرام و کانال تلگرام عینک رو میتونید از قسمت توضیحات هر یک از ویدیوهای یوتیوب پیدا کنید. من بعضی از ویدیوهای یوتیوب کانال دارک ماتر 2525 رو زیرنویس میکنم و در تلگرام کانال عینک با دوستان به اشتراک میذارم. اگر دوست داشتید یه سر به کانال تلگرام بزنید. یادتون باشه که همه سفرهای بزرگ با قدم اول شروع میشن. قدم هامون در شناخت هرچه بیشتر و بهتر این جهانو هستی. پایدار و شب و روز همگی خوش.